به نام پیدا کنندگی تمامی هستی بینندگان گران قدر تلویزیونی آریانا علاقه مندان برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو الله را رس سپاسگزار هستم که باز هم به ما حیات بخشید تا در خدمت شما ایزان بیننده قرار بگیرم شما خوبانی که تماشاگر برنامه ما هستید در نخست تلاواتی از کلام الله مجید را داریم نمونه از فضایل اخلاقی در معاملات توجه فرمایید به سخنان از استاد حبت الله ناقد در همین مورد روزی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در بازار کوفه دکان ابریشم فروشی داره خودش در دکان حضور نداره شریک دکانش که شریک کاروبار تجارتیش است به مشتری یک چند تخت رخت ابریشمی میره به فروش میرسونه او رخت هایی که به فروش میرسه برای مشتری کدام مشکلی ذاتی یا کدام مشکلی وصفی داره ولیکن شریکش امام امام ابو حنیفه تاکید کرده بود هر مشتری که این متا را میخره باید معایب و نواقصی که در این متا وجود داره برای مشتری بگویی شریکش فراموش میکنه در وقت انعقاد بی در وقتی که معامله بی منعقد میشه و کامل میشه معایب و نواقصی که در امومت وجود داره برای مشتری نمیگه حضرت امام رحمه الله وقتی که بدکان میاد میبینه همون متای عیبناک در قفسه و در رواق دکان وجود نداره از شریک تجاری خود پرسان میکنه که این متا را بالای کی بفروش رساندی میگه بالای یک تن از شهروندانی که به این متا نیاز داشت بالایش فروش رساندم میگه آیا نواقصی که در اینجا وجود داشت برای مشتری گفتی میگه استغفر الله با خدا فراموش کردم یادم رفت که عیب و نواقص این مال را که به فروش رساندم برای مشتری بگویم حضرت امام ابو حنیفه به شدت ناراحت میشه میگن که برای مدتی یک هفته یا بیشتر از آن در شهر کوفه به دنبال اون آدم میگرده تا او را پیدا کنه پولش پس برایش مسترد کنه و اون مال خود بگیره در قدم نخست ایبی مال بگه وقتی که مشتری توأم با آگاهی در قسمت عیب و نواقص مال از معامله بی راضی است باید منعقد بکنه اگر راضی نیست پول نفر را مسترد کنه و مال خود را پس بگیره مگر متاسفانه او آدم را پیدا کرده نمیتونه بنابراین پولی که از فروشی همین متای عیبناک اینا گرفته بودن ایرا در اصل سرمایه دوکان زمیمه نمیکنه و او را در بازار کوفه میبره برای فقران بای فقرا و طهدستان صدقه میکنه پس اخلاق رعایت کردن فضایل اخلاقی در معاملات یک امر ضروری هست که معامله را در مسیر مطلوب رهنمایی میکنه حکمت و فلسفه شریعت اسلامی در این مورد که فروشنده در معاملات بازار باید عیبی مال خود برای خریدار برای خریدار بگوید برای مشتری بگوید این است که معامله بدون سر و صدا بدون فریب و بدون بروز جنجال به پایان برس اگر فروشنده عیبی مال خود کتمان میکنه فضایل اخلاقی را در وقت انعقاد بی در نظر نمیگیره وقتی که پسان مشتری متوجه میشه که در اینجا نقص و ضعفی در این معامله وجود داره و این مورد فریب قرار گرفته یا مغبون شده میایه بالاخره معامله و با منجر و جنجال میشه شرایط حالات مواصفات را که شریعت اسلامی برای انعقاد معامله بی معامله فروش خرید رن گروی معاملات صرافی، معاملات بانکداری، معاملات مزارعه، مساقات، هر معامله دیگه ای که در زندگی وجود داره عقد نکاه که به عنوان جزی از نظام اجتماعی و اخلاقی اسلام هست شرایط را که بیان میکنه این شرایط برای این نیست که مردم سرگردان بکنه برای این است که در آینده از بروز جنجال جلوگیری بکنه به عنوان مثال شهادت در, در نکاه شرط صحت نکاح است یعنی اگر شاهد موجود نباشه نکاح صحیح نیست چرا حکمت در اینجا چیست چی مصلحت نهفته است در در لزوم حضور شاهد به این معنا که حضور شاهد در نکاح لازم است چه حکمتی است که حضور شاهد در نکاح لازم گردانیده حکمت همین است در تجارب اجتماعی انسان ها انسان های ادوار گذشته در تجارب اجتماعی که ما داریم با آنچه که اتفاق میفته در محاکم و در سارنوالی ها اتفاق افتاده که گهگای مرد زنی زیباتر از همسر خود دیده دنبالی و دنبالی او رفته وقتی که خانمش آمده که من خانمت هستم از این کار کرده و بر آن گهگای خانم به دنبال یک مرد دیگر رفته بلا نسبت زنهای پاکدامن و با سعادتی که در جامعه ما زندگی میکنن مادران عزیز ما از شوهرش این کار کرده حضور شاید در مجلس عقد نکاح به این معنا است که هر کدامی از زوجین که از رابطه و عقد زوجیت انکار میکنن شاهدا میگن برادر ما شاید این عقد است این هر دو با هم زوج هستند زن و شوهر هستند شرایطی که وضع شده از جانب شریعت اسلامی به عنوان راهکار اخلاقی برای اتمام و ابرام معاملات به شکل سالم و عاری از عیب و عاری از نقص از نقص این حکمت های شریعت اسلامی هست که ما در انځا به عنوان مش نمونه خروار اشاراتی داشت. تر څو نه برنامه در بخش دوم حال هم حدیث نور را داریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام فرمایل دی تر ټولو غره خبره دی خدای جل جلاله کلام دی. د باشر د هدایت او لارښوونې لپاره تر ټولو غره لار د حضرت محمد صلی الله علیه و سلام په کلمو او سنتو کېده تر ټولو بده چاره په دین کې د دین په نوم د نوې شانو داخله ولدي او هر واده چې ستاسو سر سره شوي هغه به هرومره سرتري شي تاسو د هغه کسانو څخه نه یاست چې مونږ عجز کړی یعنی د خدا جلاله شنه توان ډیر او چټک نماز معراج مؤمن است سخنان چند در همین مورد از استاد سید مصطفی مرتضوی را داریم به این معنا نیست که یک آدم به خاطر مسائل متافیزیک و اخروی در این دنیا از دین استفاده نکنه در مسائل دنیایی که حقیقتا کارهای تفسیر ازی هم ضد اسلام و فرهنگ اسلام هست دین فقط منحصر به مساجد کنه و یک آدم باشه که این آدم همیشه از جامعه دور باشه یعنی روحبانیت به این شکل اسلام نمیپذیره و اگر ای که بیاید دین تنها فقط مورد استعمال و استفاده در مسائل تنها دنیایی کنه یعنی یک دیندار باشه به این معنا خب که او حقیقتا دیندار نیست اما به ظاهر دیندار هست که از دین استفاده میکنه به این معنا یعنی دنیاگرا هست نماز میخونه اما حقیقتا که از مسائل نماز هیچ چیزی درک نمیکنه یعنی نمیتوانه که به وسیله این نماز خلاها، خلاهای روحی و درونی خودش کاهش بده و از بین ببره و این خلاها را پر کنه به این معنا هست که اگر انفاق میکنه به خاطر یعنی نام کشیدن است به خاطر شهرت یافتن به خاطر رسیدن به قدرت است به خاطر رسیدن به خانه ملت به پارلمان به چوکی و کرسی وزارت و معینیت یک وزارت به خاطر رسیدن به مشاوریت ریاست جمهوری و امثال از این مقامات هست این یک کمک میکنه یعنی اینا اهداف خودش دارن و به این معنا نیستن که ما اگر نماز میخوانیم هدف ما چیست با وجودی که وظیفه را انجام دادیم با وجودی که نرمی این اطاف پذیری به حرکات سکنات ما صورت بگیره در کنار از این هست که از این نماز بتانیم که به معراج مؤمن هم پی ببریم یعنی معراج شوه بر ما روح با یک بارگی یک تغییر کلی برش ایجاد شود و ما بتوانیم که روح ما پرواز کنه و بتوانیم که از حصار حرس از حصار شهوت از حصار شهرت طلبی زر زور طلبی قدرت طلبی دوری کنیم به این معنا نه که ما منزوی شیم به این معنا نه که ما کار نکنیم به این معنا نه که ما به مقامات نرسیم برسیم کار خوبه اما مسائل خود ما را هم مسائل آخرت و مسائل مرگ هم فراموش کنیم به این معنا نیست که تو یک وظیفه سیاسی نگی اسلام با گرفتن وظیفه برای هیچ قشر از جامعه مخالف نیست اما به این معنا نیست که وقتی که تو وظیفه را گرفتی در اونجا است که باز هر چه دلت خواست بکنی ظلم کنی به حق مردم صدها جفا را روا داشته داشت باشی در مسند قدرت باشی از اون چوکیت سوی استفاده کنی یعنی وظیفه تا به طور درستش انجام بته طبق پالیسی و شیوه کار داخل اون ریاست انجام بده در عین حال این هم توجه داشته باش که این چوکی به ما باقی نمیمانه مثل من ده ها بلکه صدها نفر این چوکی ها را تصاحب شدن یک سال پنج سال ده ساله در تاریخ یک کشور خودش ببینن که در یک محدوده 60 70 سالی که یک آدم عمر میخوره در 70 سال چند رژیم چند حکومت چند نظام ها آمدن همه رفتند و باقی نماندند پادشاه ها آمدن که اونا ادعا میکردن که تا این جهان هست ما هستیم اما بین بیشتر از 80 سال 100 سال عمر نخوردن یعنی منظور است که دین اسلام تک بودی نیست بلکه چند بودی هست هم در مسائل دنیایی و هم در مسائل اخروی راه کار خودش داره کاربرد خودش داره و به این معنا هست که اسلام هم به اخلاقیات کار داره هم به مسائل انسانیت کار داره هم به مسائل سیاست کار داره هم به مسائل فرهنگ کار داره هم به مسائل اجتماع کار داره یعنی دین وقتی که بحثش میشه توعم با سیاست دین توعم با دیانت راستی صداقت تعهد وقتی که بحثی از این مکتب و این ایدولوژی میشه یعنی رستگاری یک انسان در سایه دین هم در دنیاست و هم در آخرت است این چیزی است که نیاز اساسی است که جامعه هایی که اگر بخواهند اونا هم حرف به گفتن در عالم دنیا داشته باشند و هم حرف به گفتن به عالم آخرت داشته باشند اونها باید که از اونمو مسیر این مکتب باید که کارهای خودش انجام بدن چاره هم نیست بسیاری از مسائل رو اشاره کردیم که نیاز است که اون گره ها و اون تاریکی ها و اون ظلمت هایش با چراغ دین روشن و باز شود عالم متافیزیک عالم روح این عقل قطعیت نداره این عقل کاربرد نداره که انسان بتوانه از مسیر عقل تمام اون خلاها و تاریکی هایی که در مسیر رای عالم ارواح عالم بعد از این عالم هست حل شوه مگر اینه که از مجرای اون مکتب و شریعت است که این مسائل مشخص میشه حکمت بسیاری از احکام شما ببینین که معلوم بر ما از مسیر عقل نمیشه باید که از مسیر وحی و شریعت باشه و هدف پیامبرانم یکی از اهداف اساسیش روشنگری است روشنگری در سایه اونمو هدایتگری روشنگری در سایه معرفت که انسان معرفت پیدا کنه اینجا روشن میشه روشن به این معناست که به همون مسیری که باید بره و هدف خلقت و فلسفه وجودی انسان است باید در اون مسیر گام بگذاره که قرآن میگه میگه که ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات یعنی ما به تحقیق فرستادیم انبیا را با بینات با اونمو مسائل واضح و روشن که اونا دارن در دست و انزلنا معهم الكتاب الميزان و نازل کردیم با اینها که اونا یعنی بتوانند تبیینگری کنند بتوانند که جامعه را به سمت و سوی حقیقت دعوت کنند گره هایی که در مسیر عقل ها باقی ماندن از راه اونمون مسائل مکتب حل شود میگه فرستادیم با اینمی پیامبران که اینا هدفشان هدایتگری روشنگری تبیین ظلمتها ها باز کردن کرگره ها در مسیر سعی و تلاش جامعه انسانی و افکار انسانی هست و انزلنا معهمل کتاب و المیزان با اینا مثلا کتاب و میزان که اونو معدالت است ترازو هست قسط است فرستادیم لیقوم الناس بالقسط تا مردم به سوی یک پارچگی به سوی عدالت به سوی تعادل تعادل هم در عالم دنیا و هم در عالم آخرت بتوانیم که اینها را دعوت کنیم و اینها را بر این مسیر مبارزاتش سوق بتیم و گرایش بتیم تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودید در اخیر ای را داریم تا روز بعد یا رب خواب غفلت بیدار کن تمارا، بیدار کن تمارا، مخمور و اوشیار کن تمارا او ما اگر نخالی از درگاه برالی یارا بگر نخالی از درگهت برоلи ومаیدی دیگرم نеز او میدی دیگرم نی جز روزای سفارا جز روزای سفارا یا ده خواب غفلت بیدار کن تو مارا بیدار کن تو مارا

یاره با جوش و آمد از بندگانی آسی از بندگانی آسی میشوی و ما سوارا میشوی و ما سوارا یاره از خواب غفلت بیدار کن تو ما را بیدار کن تو ما را گفتا بروز محشر هر کس صاب دارد آنجا بیبین محما آنجا بیبین محما جدو و تای ما را جدو و تای ما را ببخشا ما مرا دولت بندگی کی فردا نگیریم ز شرمندگی هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر جناب محمد علیه و سلام سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر میخواهیم که به نل یوتیوب ما به پس اینجا را فشار دهید